نگه خدا را در قلب کسانی دیدم که به هیچ توقعی مهربانند. با نام یاد خدا سلام خدمت تمام وطنداران عزیز. امیدوار هستم لبتان پر از خنده باشه، خانه هایتان سرشار از خوشی ها. خوش آمدیم به استیج بزرگ رو در رو با من شمس رحمانی. دوستا عزیزا فامیلای مهربان مهمان برنامه شدن امشب که با همدیگر رقابت کنن به خاطر دو سیت موبایل 10000 افغانی و در مرحله دوم با ما بنده حقیر فقیر به خاطر 500000 چی کنن؟ رقابت تا 500000 او جایزه ویژه‌ای که گفتیم او به دست بیارن. سلام و خواستم خدمت شما، خوش آمدیم به برنامه. میریم استقبال گرم داشته باشیم از فامیل نصار و حکیمی. نخست فامیل نصار دوستا تشکر کنیم که راکب عزیز سرطیمشن است. راکب جان خوش آمدیم به برنامه، خدا مرکب عزیزی. سلام و احترام خدمت شما شمزیان عزیز، خدمت آزار گرامی و همچنان دوستایی که از طریق تلویزیون ما را مشاهده میکنند. امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. راتب هستم، فارغ التحصیل پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل. منیر جان همسنفیم و زکی جان همچنان همسنفیم که هر دویشان فارغ التحصیل ادبیات پوهنتون کابل هستند. بس ادبیات دری یا ادبیات زبان های خارجی است که دپارتمان اسپانیایی. منیر مثل استاد و استاد زمان منیر جان همچنان کارمند است در یکی از شرکت ها شخصی خوصی. بسیار عالی، انشالله که یک برنامه خوب داشته باشیم. آرزو میکنم 500000 برنده شوید، یک چانس خوبم با گروه مخالف. قربان شما، بریم آشنا شویم همراه دوست عزیز. دوست من طرف فامیل حکیمی که عبدالله عزیز سرکی میتونه است، خدا معرف کنیم و از او تیمه و شما را گروه مخالف کنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و آزار گرامی شما جان، خدمت شما، خدمت تمام بیننده هایی که ما را از طریق پرده تلویزیون خود چی داخل کشور چی خارج از کشور تماشاگر هستن. اعضای تیم هر یک الیاس جان ایوبی فارغ التحصیل زبان ادبیات اسپانیایی پانتون کابل، عمران احسان زاده فارغ التحصیل زبان ادبیات اسپانیایی پانتون کابل. ما هم به تیم مخالف ما چانس خوب آرزو دارم، ان شاء الله که یک برنامه بسیار خوب و دلچسب داشته باشیم ان شاء الله. به امید خدا. به امید خدا. الیاس با اسپانیایی وقتی با این اندامت میخوای بگی گشنستم، در خانه که میگی من گشنستم گفت قبول میکنن، به زبان اسپانیایی هم میگی؟ والا نمیفهمن اگر نیت من میگفت چی است؟ به زبان اسپانیایی چی میگی بگی من گشنستم؟ تنگو امبره. چی؟ تنگو امبره. تنگو ام دو خو نزدی؟ نه خیلی نه، انشاءالله کسای میفهمن. این حالا بگو که دوست دارم چرا خم میشه؟ تیامو. تیامو؟ بله من تیامو. چقدر آسان بوده، من میرم یادش میگیم تیامو. انشاءالله که یک برنامه خوب داشته باشیم، دوستا تشویق کنیم. من تمام وطنداره عزیز من با گفته الیاس تیامو حال برنامه را شروع میکنم. دو سرتیم خواهش میکنم تشریف بیاره سوال اول برنامه را پاسخ بده. راتب و عبدالله جان و دوستا تشریف کنم. بفرمایید عزیزم. خوش آمدید. خوش آمدید. آرزوی موفقیت به هر دو نفر. سوالی که از شما میپرسم بین 100 نفر سروی شده و 7 جواب گرفته. سوالی هست، چیزی نام برد که ممکن در وقت صبحانه نوش جان نمایید؟ خوب عبدالله جان. نان خوش. نان خوش. نان خوش بلند همین اجاز عبدالله گرفت یار کشمن تشورت که بشه با بسنید. نمیدیم. طرف رو بیدیم. الیاس جان، چیزی نام برد که ممکن در وقت صبحانه نوش جان کنید؟ تخم مرغ. تخم مرغ؟ بله. تخم مرغ بود. او هم تخم وطنی باشه بگم. عمران جان، چیزی نام بر که ممکن در وقت صبحانه نوش جان نمایید؟ تو رو فکر کنم هیچ صبحانه نمیتنید تو لاغره. پنیر. پنیر. پنیر؟ بله. پنیر. بود. چه پنیر اینجا پنیر. عبدالله جان، چیزی نام بر که در چای صبح نوش جان میکنید؟ شیر. شیر. بله. شیر. بود جاوید. الیاس شکنبوگه کنم. یک چیز نام بر که در صبحانه نوش جان. مسکه. مسکه. بله. زیاد چرم هست. خوب شده. خوب چیز هست؟ نبود. قیمت بودو. ایمان جان، یک چیز نام بگی که ممکن در وقت صبحانه نوش جان کنی. چای. چای. بود. عبدالله جان، یک چیز نام ببر که ممکن در چای صبح نوش جان کنی. مربا. فامیل نصار یک جواب پیدا کنین. الیاس جان، یک چیز نام ببر که ممکن در وقت چای صبح نوش جان کنی. بوره. بوره؟ بسیار آسان بود جواب، نه هم چرا پیدا نکردیم. فامیل نصار عزیز پیدا کردین زکی جان جواب؟ قیماق. قیماق خودتان. منیر جان قیماق. همراه قیماق موافق هستید؟ راتب جان با تو قیماق عزیزم. بله. خب قیماق. بله قیماق. با جواب شما
امتیاز دارم از تیم مخالف نماندیم که بگیره شما گرفتیم 91 امتیاز نه امتیاز شن ایجه مانده باقی کیک و یا کلچه چه جواب آسانی بود خب شما 91 امتیاز سوال اول گرفتیم سوال دوم از نفرهای دوم خواهش میکنم استاد منیر که استاد راتب است و الیاس جان که شکنبوی تیم است خواهش میکنم تشکر کنم دوستا تشکر کنید از راید جان جایی نجده دلم خوش آمدین خوش آمدین الیاس عزیز منیر جان عزیز آرزوی موفقیت میکنم براتون سوالی که از شما میپرسم بین 100 نفر سروی شده و این سوال 7 جواب برتر گرفته یک کشور آسیایی نام ببرید خوب الیاس جان افغانستان افغانستان کشور عزیزم افغانستان هست به نظرتان دوستا افغانستان بلندترین امتیاز مشورت که میری یا واگذار میکنی بفرمایید اینال کل دوستا به خاطر کشور عزیزم خوب یک کف جانانه بزنیم و اشپلاق کنیم عمران عزیز یک کشور آسیایی نام ببر هندوستان هندوستان هست هندوستان بود عبدالله عزیز یک کشور آسیایی نام ببر ایران 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 همسایه خودم ایران رفتی ایران خیلی آقا اینجا چی کار میکنی تو هست ایران بود الیاس عزیز یک کشور آسیایی نام ببر روسیه 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 بود جوابت امران یک کشور آسیایی تاجیکستان 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 بود عدل جای کشور آسیایی همسایه دیگر خود ما پاکستان پاکستان هست به نظرتان خوش نداشت صد نفر هفت جواب برتر انتخاب کردیم الیاس جان یک کشور آسیایی نام ببر کشور چین 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 بود جوابت امران جان یک کشور آسیایی نام ببر ازبکستان نبود فامیل نصار با هم مشورت کنیم عبدالله جان جا. یک کشور آسیایی نام ببر یک کشور آسیایی دیگه ژاپن 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 با جواب شما صد امتیاز پوره را فامیل حکیمی گرفت که صد از شماستین 91 شما 9 امتیاز از شما بیشتر است تپ تلاش کنید وطنداره عزیز بعد از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم ریموت هم نه گرفتیم چنگل تبدیل نکنیم برگشتیم مهربانا عزیزا گلوم خوش آمدیم به برنامه زیبای رو در رو لبتان پر از خنده باشه همیشه خوش آرام باشید تشکر از حامیان برنامه ای جوان اکسپول قوی ترین خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده از حصار جرمنی و کیفیت از آن اکسپول اگر می خواهید که لبتان پر از خنده چه و انرژی از دست رفتیتان دوباره برگرده اکسپول نشو جان کنید چه رقم این رقم واس کنین بعد نوش جان کنین حالا از نفرهای سوم خواهش میکنم تشریف بیارن سوال سوم پاسخ بدن زکی عزیز و عمران جان دو تا تشریف بیارن خوش آمدی جواد خوش آمدی زکی جان سوالی که از شما میپرسم بین 100 نفر سروی شده و این سوال 5 جواب برتر گرفته سوالی هست معمولا در افغانستان مردها در سن چند سالگی زن دوم میگیرن بگو زکی بگو در 35 35 سالگی جوابت بود نفهم میگیری نمیدونم خودت دوست داری در چند سالگی در افغانستان زن دوم میگیرن خودم نه اما دیگر ها 40 سالگی 40 سالگی 40 سالگی اون جیاز رو بالتر رو گرفتی مثلا جام بری بفرمایید بریم طرف فامیل دو زن ها عبدالله در افغانستان معمولا مردها در سن چند سالگی زن دوم میگیرن 32 سالگی چند؟ 32 32 نمون جواب الیاس جان تو که بسیار شوخ معلوم میشی تو جواب پیدا میکنی صد تی صد معمولا در افغانستان مردها در سن چند سالگی ازدواج میکنن 30 سالگی ازدواج دوم 30 سالگی 30 سالگی 20 30 30 سالگی 30 سالگی بلندترین امتیاز آفرین الیاس جواب پیدا کردی عمران جان معمولا در افغانستان مردها
در سن چند سالگی ازدواج دوم انجام میدن؟ 45. 45؟ بله. بود. 45 بود. ها در کلان ما در سن 80 سالگی زن سوم اگر. ماشاءالله. شوخی میکنم، ما خانه میرم در خانه رای نمیدم باز. عبدالله جان. معمولا در افغانستان مردها در سن چند سالگی ازدواج دوم انجام میدن؟ 50 سالگی. 50 سالگی. هست. 50 سالگی. بود جوابتان. و جالب چی است که 300 امتیاز از سوال سوم پورا کرده. دوستا فامیل حکیمی تشکر کنید، دو زنهای بدبخت. مبارکتان باشه مرحله اول. فامیل نثار، تیم مخالفتان برنده شد. بله متاسفانه. بله متاسفانه. خب خیر است، من با امر شما صحبت دارم. تشکر از سامیان برنامه شرکت خالد نمر که هر شب با فامیل برنده ما دو سیت موبایل هدیه میکنه که یک موبایلش تچ فوق‌العاده داره و یک موبایل دیگهش ساده هست. مرکز فروشات عمده و پرچون خالد نمر واقع در گلبار سنتر با ترمیمگاه خالد نمر در وقت کم گوشی‌های موبایلتان را ترمیم کنید. خالد نمر در روزهای جمعه نیز در خدمت شما عزیزان قرار دارد. شرکت تجارتی خالد نمر اولین نماینده رسمی موبایل‌های سامسونگ در کشور عزیزم افغانستان که امشب هم به فامیل برنده ما دو موبایل اهدا می‌کند. خب اول بگید که کدامتان زن دوم می‌گیرید؟ راست بگویید. ببین نظر بشه. نه نه تا نه اول بگویید. اول بگویید. نه فعلا نه. فعلا نمی‌گی؟ نه. خب متعلقی به مجرد؟ مجرد. تو هم مجرد هستی؟ مجرد هستی. درد شما زور هستن، یعنی میخواستم یه رو کل شب دفعه. مبارک تماشا. شکر. دوستید موبایلو. فقط یک مبلغ بسیار خرد ولی زیبا، مبلغ 10,000 افغانی از طرف برنامه زیبای رو در رو به فامیل برنده ما اهدا میشه. شکر. یه هم پیسه گلتان از طرف ما. شکر. خرچکر. خب. ایناله. مبارک باشه مرحله اول. شکر. مرحله دوم بیه که پیسی آروسیه بکشی شما. 500,000 است. دو تا رو انتخاب کنید، دو مجرد بدبخت آوارا که مثل من هست. انتخاب کنید که 500,000 از ما برنده شوید، ما زود برمیگردم پیش شما. درست است. شکر. فامیل نثار، ما شما مجرد ماندیم دیگه. باختی شما هم خیر است. برد و باخت مهم نیست، مهم این است که همدیگر رو می‌بینیم، یک چند دقیقه با هم یک خاطره خیلی خوش با وطن‌دارای زمان می‌سازیم. امتیاز خوب گرفتین، 91 امتیاز. خب راتب خودت زن دوم از چند سالگی میگیری؟ والا تصمیم نداریم فعلا. خب زن اول نداریم باز. خب نداری؟ زن دوم چه قسم بگیریم؟ خب منیر جان خودت؟ من هم زن اول رو میگیریم باز چاره نشد زن دوم. یکی جان خودت؟ من خود گفتم. چی گفتی؟ نمیگیرم. نمیگیری؟ همین تو مجرد میمونی؟ در خانه همراه تو فکر کنم چیز چی میگن؟ چتنی میندازم. هرچی میاد چتنی بگذره باز خوشمزه تر میشه. آره خمس موفق باشین، لبتان پر از خنده باشه. راتب جان حرف پیام باشه با دوستا بفرمایید. پیام خاصم همی است که خب همگی تلاش بکنن به خاطر یک افغانستان آباد، یک افغانستان که به خیر یک صلح آرامی در کشور ما پیدا شوه. دیگه همه از همگی همی خواسته دارم که تلاش بکنن به خاطر صلح و آرامی. قربان شما. منیر عزیز، پیام خاص من این است که یک دلخوشی برای یکی دیگه خود باشیم در جامعه در اشتراک. زکی عزیز، امید روزی که افغانستان دوباره سرپای خود شد و یک صلح و آرامی پایدار شد. قربانتان، بسیار خوش آمدیم به برنامه. و یک جمله هست میگه سعی کنیم همیشه با هم بخندیم، با هم نخندیم، دلیل خنده برای همدیگر شویم. خوش آمدیم به برنامه. دوستا تشکر کنید از زیگلا. خوش آمدید. دو مجرد کی است؟ خب شمس عزیز تصمیم گرفتیم که یک نفر از تیم مقابل باشه تا بازی ما دوستانه باشه. خب من خواستم که سر تیم مقابل ما راتب جان رو بازی کنه. بسیار عالی. یاد دلشان است که خودشان زن میگیرن یک تنم با اوسو حد یازم. بفرمایید بیا عزیزای دل. دوستا تشکر کنید مهربان آقا. خوش آمدین. خوش باشه. چرا با سیاه پوشیدین شما که دومات میخواین شوید؟ خب فعلا مجرد هستیم از نگه از یک نفر پرسان کردن که چرا رنگ سیاه رو میپوشید؟ گفت ما با خاطر که ختم روزگار هستم. شما ختم روزگار رو باشید، دلتان سفید باشه، همیشه خوش آرام باشید. کی میره به اتاق آرام؟ خب من میرم. من اول برم خوبتر است. راتب جان جواب بده. درست؟ کی میره؟ من میرم. خب؟ جانتان. بفرمایید. شکر. بریم. دوستا تشکر کنید.
وطنداران عزیز جای نریم، هفت تا مجرد سر استیج رو در رو هست، مرحله دوم رو میخواییم پیش ببریم، برمیگردیم دوباره مخفن. وطنداران مهربان خوش آمدیم به برنامه زیبا و هیجانی رو در رو. مرحله دوم هست، مرحله 500 هزار کنی. فامیل حکیمی برنده مرحله اول شدن و یک اتفاق خوب کردن، از تیم مقابلم تیم مخالفشان انتخاب کردن تا 500 هزار از آن خود کنن. راتب عزیز خوش آمدید. امیدوار هستم که بتانی 500 هزار و او جایزه دیگه که من میگویم او بتانی برنده شدی. انشالله. 20 ثانیه زمان داری؟ 5 سوال میپرسم. دوست عزیز ما داخل اتاق آرام هست، صدای ما و شما را نمیشنوه. سوالی یه نتانستی پاسخ بدی بگو بگذر، در آخر اگه ثانیه ها باقی مان دوباره ازت میپرسم. سوال میپرسم. همکار عزیزم 20 ثانیه را آماده کنه. چیز یه نام بارد که به موترتان میخرید؟ عقب موتر. چیز یه نام بارد که برای رسامی کردن نیاز است؟ پنسل. چیز یه در خانه نام بارد که از اطفال دور نگه میدارید؟ گاز. چیز یه نام بارد که در روی سرک میبینید؟ گراشی. چیز یه نام بارد که در هنگام بازی تنیس استفاده میشود؟ توپ. راتب جان، سوال اول ازت پرسیدم که چیزی نامور که با موترتان میخری، خودت جواب دادی؟ عقب با موترت میخری، شیشه عقب، وقت میدش کدی؟ خب معمولا همونطور میدمش حسود. خب، چند امتیاز داره؟ صفر. سوال دوم پرسیدم، چیزی نامور که برای رسامی کردن نیاز است، خودت جواب دادی؟ پنسل. ده، بسیار امتیاز. خب، سوال سوم پرسیدم، چیزی در خانه نامور که از اطفال دور نگهداری میکنن؟ گاز. 11 امتیاز. سوال چهارم پرسیدم، چیزی نامور که در روی سرک میبینی، خودت پاسخ دادی؟ کراچی. صفر. کراچی در سر سرک رو نمیبینی که مدر میزنی؟ در افغانستان کراچی هست. هست. دیگه جا نیست. بازم صفر دادی میری. او در کنار سرک هست، در سر سرک نیست. سوال پنجم پرسیدم، چیزی نام بر که در هنگام بازی تنیس استفاده می شود، خودت پاسخ دید؟ توپ. چهل امتیاز. 61 امتیاز دیدی در پنج سوال بخش اول 500 هزار. از 100% تقریبا 60% تو پوره کردی. 140% مانده و دوست دیگه ما. موفق باشی راتب عزیز، لبت پر از خنده باشه. حرفی پیام باشه کمرا در اختیار. بخیر باشین، زنده باشین. حرف پیام خاص نیست. زنده باشین. عزیز دل هستی، همیشه لبت خندان باشه. بفرمو دوستا، عزیز تشریف کنید. دوستا دیگه هم خواهی کنم بیان که 140% دیگه که هست او پوره کنن که از مجردی برایم. دوستا تشریفش کنید. بیا عزیز دل، بیا عبدالله جان، سرت نخورم اصلا. عبدالله جان خوش آمدید. خوش باشید. تشکر. من 5 سوال تکراری ازت پرسان میکنم، 25 ثانیه برات زمان میدم. درست. سوالی نتونستی مثلا پاسخ بدی بگو زود بگذر چشم. که در آخر دوباره من تکرارش کنم برات. درست. و جوابی که تکراری بدی ایستا دارم میشنوی. خوب. آماده هستی؟ بله. همکار عزیزم 25 ثانیه رو آماده کنم. چیزی نام بارد که با موترتان میخرید. تیل. چیزی نام بارد که برای رسامی کردن نیاز است. برس. چیزی در خانه نام بارد که از اطفال دور نگه میدارید. دوا. چیزی نام بارد که در روی سرک میبینید؟ درخت. چیزی نام بارد که در هنگام بازی تنیس استفاده میشود؟ توپ. بیت چیزی که برش تنیس میکنم، بازیکن. بازیکن، بسیار عالی، بسیار عالی. خوب جواب دهید، دوستا تشویقش کنید. سوالی هایتم اینمی لحظه پورت شد. عبدالله جان، سوال اول ازت پرسیدم، چیزی نام بارد که با موترتان میخرید، خودت پاسخ دادی؟ تیل. چهل امتیاز. بشک. بلندترین امتیاز همین تل بود. سوال دوم پرسیدم، چیزی یا نام بارد که برای رسامی کردن نیاز است؟ برس. نه امتیاز. بلندترین امتیاز ورق بود. سوال سوم پرسیدم، چیزی یا در خانه نام بارد که از اطفال دور نگه می‌دارید؟ ادویه یا همون دوا. دوا. ده امتیاز. بلندترین امتیاز خیلچی بود که اگه بعد دیدی بعضی وقتا اولین کار بچه‌ها که می‌بینی اینجاش موی نداره، موی خدا قیچی کرده. سوال چهارم پرسیدم، چیزی در نام بارد که در روی سرک می‌بینید؟ درخت. سفر. بلندترین امتیاز خطوط ترافیکی بود. بسیار جواب آسان بود. سوال پنجم پرسیدم که چیزی در نام بارد که در هنگام بازی تنیس استفاده می‌شود؟ چوب بازی، همون چیزی که گفته بودی. 19 امتیاز.
بلندتر امتیاز تو بود که راتب جان جان داره. عبدالله جان موفق باشی، مجرد ماندی. خیلی هست، خیلی هست، همیشه موفق باشی. مهم است که همیشه بخندی، لبت پر از خنده باشه. قربانت عزیز دل، دوست عبدالله رو تشکر. خوش آمدی عبدالله عزیز، بفرمایید. تشکر از همیان برنامه اکسبول، قوی ترین، خوشمزه ترین و خوشتم ترین مزه را در بین انرژی ها داره که ساخته شده از حصاری جرمنی و کیفیت از آن اکسبول با طعم های مختلف و رنگ های مختلف. در موقع خستگی نوش جان کنین تا باعث ای لبخند زیبا شوه. شرکت تجارتی خالد مر، اولین نماینده رسمی موبایل های سامسونگ در کشور عزیزم افغانستان که با سابقه 17 ساله به ما و شما وطنداره عزیزم افتخار می آفرینه. دوست دارین سوالات جالب و زیبایتان با ما شریک بسازین؟ پس همین لحظه موبایلتان را گرفته به شماره واتساپ برنامه 0711-99-54-24 در واتساپ برنامه سوالاتتان را سند کنین تا ما در برنامه خود سوالات بگیریم تا بیننده هایی که مهمان میشن، عزیزایی که مهمان میشن، وارا پاسخ بتن. بیاین برنده دو سیت موبایل 10,000 افغانی شوین و یا برنده 500,000 جایزه بزرگ برنامه جالب و دیدنی رو در رو شوین. چه قسم؟ 456 زنگ بزنین، کیل 6 دو دور فشار بتین. بعد از شنیدن صدای بیپ یا همو صداگک، نام خودتان و اعضای تیمتان رو بگیرین، در آخر کیل علامت نمبر رو فشار بتین تا ما شما رو دعوت کنیم به استیج رو در رو. میگم مطمئن باش، خداوند تو را عاشقانه دوست دارد، زیرا در هر بهار برای تو گل میفرستد و در هر صبح برای تو آفتاب را هدیه میدهد. تا فردا شب، تا درود دیگر و درود شب بخیر افغانستان.